سلام به همه سلام سلام امروز میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که توی استانبول اومدین کجاها برین به چرخین بهتره البته این واسه کسایی که ساکن اینجام هستن خیلی مفیده یه سری جاهایی شو حتی خودمونم نرفتیم و خیلی مشتاق شدیم که بریم وقتی که خوندیم و اینا میخواییم جا رو بهتون نشون بدیم البته نصفش برو. امروز استانبول شهریه که خیلی دیدنی زیاد داره بازار داره پارک داره ساحل داره خیلی جاهای مختلفی داره و به نظر ما یه شست جایی حداقل هست که میشه دید توی این ویدیو سیتای های اول رو میگیم که یه مقداری مشهورترن معروفترن خیلی هاشم خودمون براتون ویدیوشو ساختیم و از شما میخوایم که اگر تو این سیتا نبود چیزی و شما رفتین و به نظرتون خیلی جذاب بوده بگین که به لیست دوممون اضافه بکنیم بریم شروع کنیم اولین جایی که هر توریستی میادش استانبول امکان نداره که یا هتلش اونجا نباشه یا اینکه حداقل دو سه بار اونجا نره میدون تکسیم و استقل... خیابون استقلال هستش به یه ویدیو هم کامل براتون ساختیم فکر کنم 40 دقیقه ویدیویی که خود میدون تکسیم همینجوری پیاده رفتیم خیابون استقلال و کامل بهتون نشون دادیم تا رسیدیم به برج گالاتا که به نظر من میتونید اون ویدیو رو ببینین کامل تا ببینین دوست دارین اینجا قدم بزنین یا نه میشه اگر هتلشون تکسیم باشه که قطعا میبینن چون که تو کوچه پس کوچهای های اونجا یا سر میدون تقسیمن که راحت میرسن بهشون اونجا قدم میزن که خب میشه گفت زنده ترین و سرحال ترین و یه جورای باحال ترین جای شهره که البته یه رقیب داره براش که اون طرف شهره ای که توی قسمت آسیایی هست و همون جذابیت و باحالی مثلا خیابون استقلال و اینا رو داره چیه؟ محله کادیکوی یه ساحل مودا داره که خب یه ساحل خیلی شیک و خوشگلیه که میرسونه خودتون رو به محله کادیکوی و محله کادیکوی پر از کافه و بار و این چیزاست و فوق و لادم زنده است مثل خیابون استقلال ولی چون اکثرا توریست عادت دارن که میان سمت اروپایی و همون میدون تکسیم و اینا جا میگیرن معمولا اون طرف کمتر میرن بچا یه جوریه که مثلا مثل خیابون استقلال اینجوری نیستش که برند و پشت سر هم مغازه خرید و اینا داشته باشه داره ولی کمتر بیشترش رستوران و کافه و این مغازه هایی که چیزای سنتی و این چیزا دارن هست یه خیابون دراز که همینجوری مثل خیابون استقلال بری نیست آره کوچه پس کوچه و اینا باید بچرخه چند تا ویدیو اونجا گرفتیم آره. یکی صبحانه خوردیم اونجا یکی رفتیم رستوران کره ای اونجا محله باحالیه واقعا با و به نظر من پر از رنگ و جذابیت یکی از نمادای استانبول که حالا هر جا سرچ کنی استانبول همچین چیزی رو نشون میده برج گالاتا هستش ما هم آخر همون ویدیویی که رضا گفتش کل خیابون استقلال رو رفتیم بهتون آخرش برج گالاتا رو از بیرون نشون دادیم همین که داخل خود برج گالاتا رفتیم آره ویدیوشو ببینین شاید خیلیا به نظرشون بیاد که خود برج گالاتا دیدن نداره به خاطر اینکه به داخلش. نظرم داخلش جذاب نبود ولی وقتی میرسی بالا اون ویوی که بالا داره و حس و حالی که داره کاملا متفاوته الانم بازسازیش کردن و خیلی هم میگن بهتر شده حالا اگر کسی دوست داشته باشه به نظر من اونجا بره خوبه ولی خب بیلیتش نسبتا گرونه یعنی چون توریستا میان و مثلا یه بیلیت فقط برای همونجا میخوام بخرم واسه شاید گرون در بیاد ولی خب از بیرونم هم ببینن خیلی جذاب پسش مخصوصا یه کافه هم که بودش که ما رفتیم حالا جاشو عوض کرده کافه ویانا یه کم داخل کوچه نزدیک گالاتا بود الان دقیقا دور میدون هستش که همون برج گالاتاست خیلی خوشگل توی ویدیوهای مثلا اینستاگرام و تیک تاک و اینام حتما دیدید که کیک سن این چیز که که سباسیان جلو برج گالاتا میخورن اونجا یکی از جایی که به استانبول وقتی سفر میکنین قطعا جز توراییه که تو لیدرتون بهتون توصیه میکنه یا ساکن اینجا باشین حتما بهش سر میزنین جزایر پرنس یا بویوکادا که بزرگتری نشونه به این شما وقتی میخوایم بریم بویوکادا باز ویدیوشو براتون ساختیم که اصلا چجوری برین و اینا هم که کامل بهتون نشون دادیم خود بویوک هم توش چرخیدیم و برای سالگردمون رفته بودیم آره. سالگرد عروسی رفته بودیم اونجا دوچرخه سواری کنید و از رستوراناش استفاده بکنید و اینا میتونین اونجا برین و لذت ببرین خب تور میتونین بگیرین که خب خیلی گرون و غیر منطقیه ولی خودتون به راحتی میتونین تو اون ویدیو هم توضیح دادیم برین اونجا با استانبول کارت و با کشتی های حالا هم میتونین دولتی هم کشتی خصوصی خودتون رو برسونین به یکی از جزیره حالا یکی از بچه ها مثلا اومده بود اشتباه کرده بود و اومده بود مثلا جزیره اول پیاده شده بود شما تا آخرین جزیره وایسین که جزیره بویوکاداست که بیشترین امکاناتو داره از همه بزرگتر و از اونجا استفاده بکنیم هم تابسونش خوشگله هم زمسونش قشنگه ولی بازم به نظر من تابسونش خوشگل تره چون که خیلی گل و گیاه و این چیزا داره خونهاش هم یه معماری خاص خوشگلی داره که پر گل و گیاه اردی بهشش هم خوب بود چون مثلا اردی بهشت هم میری شکوفه تازه داره میزنه آره. اونا هم باز قشنگه یعنی پاییزش هم بری باز خزون یعنی یه چیز چهار فصل خیلی خوشگلی که هر موقع سال میری یعنی سفر بیاین هر موقع سال بود. یه سر اونجا بری. یکی از جاهایی که خیلی معروفه بازم ویدیوش و من توی اینستاگرام خیلی دیدم پل گالاتاس پل گالاتا پلیه که روش پر از ماهی گیر هستش دارن ماهی میگیرن خیلی صحنه جذابی آره. هم چسبیده به چ... هم چسبیده به هم دارن ماهی میگیرن یه سطل گذاشتن کنار خودشون که مایر میگیره تو آب تازه میذاره که حالا مثلا میبینین کنارشون یه رقابتی همیشه با همدیگه دارن که مثلا من 10 تا گرفتم 20 تا گرفتم ماهی کوچیک گرفته بزرگ گرفته نمیدونم مایر میفروشن یا برای مصرف شخصی آخ خیلی آخه, آخه. بعضیا زیاد میگیرن بعدم وقتی هر روز داره میاد هر آره. روز که ماهی نمیخوره آره. بعد زیر پل گالاتا ماهی فروشا هستن یعنی میرید رستورانایی هستن که ساندویچ و ماهی کبابی میدن یعنی بالیک اکمک بهش میگن و اینا که اینم خیلی معروف هستش تازه تازه هم هست یعنی لذت بخشیش به اینه که میگم احساس میکنی همون موقع تازه گرفتن و براتون آوردن و خب ما تو ویدیوی اولی که فکر کنم رفتیم برای تست غذاهای ترکی یکی از جایی که رفتیم همین ساندویچ ماهی بود که خوردیم به نظرم خیلی خوب همون هم خوردیم همونجا خوردیم بچا چیز خاصی توی ساندویچ اصلا نیست مم. یعنی فقط یه ماهیه یه دونه فکر میکنم کاهو هستش و نونه ساندویچی ولی انقدر خوشمزه است انقدر نیچسبه کبابش میکنم آب دنم رو افتاد استانبول یه پل دیگه داره که از پل گالاتا از نظر خیلی هم معروف داره. اونم پل بوسفوره که بهش میگن پل آرزوها چیکار باید بکنن ببیننش بعد سوار کشتی بشن بعدش حالا میتونن هم روز برن هم شب برن مثلا تور روز داره تور شب هم داره سوار کشتی بشن از زیر پل رد میشه جاهای دیدنی مثلا استانبول هم تا جایی که بشه همجور که رو مثلا میگن اینجا این هست اینجا این هستش این این مثلا خونه هست که فلان سریاله توش بازی شده همه اینا رو نشون میدن بعد خیلی جالبه که مثلا وقتی که یه نفر میخواد از یکی یا حالا خواستگاری کنه تبریک تولد و اینا بگه هماهنگ میکنن مثلا روی پل چیز میکنن اسم طرفو مینویسن یا درخواست ازدواج میکنن و این چیزا رو میکنن شباش خیلی خوشگله و میگن توی شبا وقتی میخوای بری اگه اون یعنی اونایی که میان باز تور بوسور میفروشن برای شب که حالا بزن و برقص و اینا تو کشتی هست و بعدش میرن از زیر پل رد میشن می میگن از زیر پل که دای رد میشه اگر آرزو بکنی آرزود برآورده میشه هر شهری فکر میکنم که یه دونه بازار اصلی داشته باشه چه ایران چه ترکیه چه فکر میکنم همه کشورهای دیگه هم داشته باشن بازار اینجا کاپالی هستش که خب معمولا بیشتر سوغاتیایی مثل لوکوم و این چیزا میفروشن ولی خب یه صنایع دستی و چراغا و این چیزام می و اینا ولی خب دیدنش اصلا خالی از لطف نیستش چون خیلی خوشگله هم. همه چی داره نه ببین اصلا اونجا بهش میگن گرند بازار دیگه یه بزرگ بزرگترین بازاری که وجود داره از شیر مرغ تا جون هست طلا فروشی هم داره همه چی داره یعنی ما رو رفت آره بشتر. چون تو خیلی هم جالبه ما اولین ویدیویی که تو کانالمون هست همین بازار بزرگ رو رفتیم و بهتون نشون دادیم که خب اونم برای خودمونم خیلی خاطر انگیزه و اون ویدیو رو حالا میتونیم ببینین اجرای اون روزه بودن با احلام بچه هم این ویدیو اولی بوده که خب ما به عنوان جایی که خب دیدنی ترین حساب میشه برای خیلی از مردم رفتیم اونجا رو بهتون نشون دادیم که به نظر من خیلی جای جذابیه بعد از اون یه چیزی نزدیک همون هست که یه جورایی شاید قسمتی از بازار بزرگ استانبول باشه بازار ادویه یا بازار مصریاست اونجا که وارد میشین خب یه دالونیه چند تا دالون البته که دو طرف بیشتر ادویه دارن و لکوم و شیرینی و همینا رو دارن آره دقیقا که یکی از مغازه هاش هستش و ها بذارید چیز کنم یکی از مغازه ها هستش که توی مغازه های اول همون بازاره که قیمتش از همشون بهتره و کیفیتش عالی هستش یعنی ما هر کی که مهمون میاد واسمون اونجا میبریمش مثلا اونجا خریدش رو بکنه حالا چه سوقاتی چه بخوره با این حرفا که این نشونش هم این هستش که از همهشون شلوغ فکر میکنم اسمش بازیجی هستش و این بیرون بازارا یعنی چه اینی که من گفتم برای بازار ادویه اون مسقفه است ولی این ورودی که از امینون از ساحل امینونو که میخواین وارد بازار بشین هنوز به اون قسمت مسقف نرسیدین همین مغازه است که مینا میگه یکی از جاهای دیدنی استانبول که بهش تپه اشاقم میگن تپه پیرلوتیه که هم تلکابین سواری داره هم بالاش هم میرین یه لوکیشن یه سریاله سریال عروس استانبول که حالا اون کافه هستش که در واقع اون لوکیشن سریاله که ویوی کافه پل حال... بود پل هالیچ و این چیزا میشه و خیلی خوشگله بعد مثلا همیشه توی اون ویدئویی هم که گرفتیم از تپه پیرلوتی گفتیم همیشه سر اون میزای دمه که ویوی پلو داره مثلا هی بعد منتظر موندش تا نوبتت بشه که بری اونجا بشینی آقا یه عرفی هم دارن کلا توی استانبول و ترکیه اینه که شما وقتی وارد کافه میشین حتی اگر بهترین نقطه رو برای بر خودتون امکان نداره که اون گارسون بیاد بهتون بگه آه مثلا پاشو دیگه آه مثلا چای تو خوردی باقلاوا تو خوردی نه حتی چیزی سفارش ندی حت نه سفارش که دیگه بالاخره باید بدی بدون تو، سفارش تو که تو کس نمیشه مثلا استارباکس نه اونا نه ولی مثلا اونایی که تو این لوکیشن ها هستن شما وقتی یه سفارش کوچیک هم میدین مثلا شاید اون سفارشتون مثلا مصرفش 10 دقیقه بیشتر طول نکشه ولی مثلا میتونی یک ساعت دو ساعت سه ساعت اونجا بشینی هیچکس کس هم نمیاد تو رو جابجا بکنه یا بگه پاشیه اینا و برای همین امکان داره مثلا تو همچین نقطه‌ای که میرین خیلی به مشکل بخورین نتونین اونجایی که دقیقا دلتون میخواد بشینین مگر اینکه یه ساعت پرتی از روز دارین که اونجا خالی باشه بشینین بعدش که بشینین تا شب خیلی ها استانبول که میان استانبول رو به مسجدای زیاد و خوشگلش میشناسن و خیلی ها هم که اصلا تور میبرن همینه میان میگن مثلا تور مسجد آبی مسجد فلان مسجد فلان و تو اون روزی که شما رو این ور اینجاها میبرن ازتون عکاسی میکنن داخل خود مسجد میرین و اینا عکاسیشون خوب هستش بچا مثلا از این عکس های یه هایی میگیرن مثلا داری حرف میزنی داری چیز میکنی شکار لحظه ها میکنن و واقعا عکساشون یه جوریه که نمیتونی که حداقل دو سه تاشو ازشون نخری خیلی خوب عکاسی میکنن ولی هاش آقا یه جوریه که معمولا خیلی بی خیالش میشن چون عددا یه جوری پرت و آره ولی ما خودمون مثلا سفر اومده بودیم فکر سه تا یا چهار تا ازشون خریدیم ولی مثلا حالا مثلا گفتش اگه کلشو بخوای رو چه میدونم فلش میریزم اینجوری هستش اونجوری قیمتش خیلی بالا بوده حالا مستش. کدوم کدوم مسجدو میبرن مسجدی که میبرن که مسجد سلطان احمده که بهش مسجد آبی هم میگن که خب یه مسجدیه که چون آبیه و یعنی اون گنبد اون گردیای بالاش آبیه بهش مسجد آبی میگن این طرفش هم که نزدیک همون هست مسجد ایاسوفی است ولی مسجد آبی فکر نکنید بچه ها مثل مسجد یک هستش که توی ای ایران آبی 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 هستش این با سنگ سنگ مثلا حالت سنگ مرمر ولی مرمر آبی مثلا یه حاله آبی داره آبی کمرنگ هستش ولی خب وقتی که توی مثلا شب چراغاش رو روشن میکنن خیلی خوشگل میشه با نور پردازه کلا مسجداشون خیلی خوشگل میشه بین این دوتام یه میدونی هست به اسم میدون هیپودروم که بهش میدون سلطان احمدم میگن یه چیزه یه سیخ یه چیزی رفته بالا من نمیدونم اون چه جذابیتی داره ولی بعضی هم میان با همون سیخونکیه فیلم میگیرن عکس میگیرن و من دیدم این سیخونکیه تو خیلی کشوره دیگه هم هست چی هست؟ نمیدونم یه چیزی سیاه ما دفعه اولی که اومده بودیم سفر استانبول یعنی افصال میخواد جلوی اون سیخونکی وایساده بودیم میخواستیم عکس بگیریم مثلا نمی دیگه خلاصه به حالت خوابیده ها رو گرفتیم خودمون انقدر هستیم و اون سیخونکی مثلا تازه سرش نبود چون یه تور بگیری میگم تو توره میان اینا رو میبرن اینی که تور شهری میگیرن و میاد اینا رو دونه دونه بهتون نشون میده واقعا اون توره به نظر من میصرفه درسته که خودتون برین قیمتش کمتر در میاد ولی خودتون خیلی سخت میتونین با اتوبوس برین اینجا بعد اینجا رو ببینن برن یه جای دیگه اینکه سوار ون بکننتون اطلاعات بهتون بدن عکس بگیرن و شما رو اونجوری بچرخونن تو تور شهری به نظر من مناسبه البته یه گشت شهری رایگان هم معمولا تورا دارن ولی فکر نمیکنم اینجاها ببرن فکر کنم قدیم بوده الان دیگه فکر کنم همه چی پولی شده دیگه با حالا اونایی که جدید سفر اومدن میتونن بگن که کامنت بذارن بگن آقا جدیدن اون تور گر... گشت شهری که اینجا میبردن هست یا هست شده چون چیزی که من میدونم اس که میگن هست شده یه مسجد خوشگل دیگه هم داریم که از نظر لوکیشن خیلی خاصه و معمولا چیزی که سال نو که مثلا آتش بازی میخوان بکنن آتش بازی ن... کنار هم از کنار این مسجد یه ویو خیلی خوب داره و خیلی هم که مثلا حالا میان عکاسیای عروسیشون و نامزدی تولد این چیزا رو بگیرن حتما دو سه تا عکس دم این مسجد میگیرن چون که خیلی قشنگه و بازم این مسجد رو حتما توی حالا یا اینستاگرام تیک تاک این جور جاها فضای مجازی کلا دیدی چون که مثلا وقتی که بارونای خیلی شدید میاد مثلا یه موجی میزنه کنار این مسجد یا نیمکتی هستش اونجا خیلی شکل. لوکیشنش کلا خیلی خوبه این مسجد مسجد اورتاکوی اسمش و کنارش هم یه دونه یه یه, راسته. یه،, یه راسته ای داره که مثلا کمپیر و بستنی و چه میدونم وافل و چیزای خوشمزه اسنکتوری رو کنار هم میدن که مردم خیلی میان از اینا میخرن بعد میرن کنار مسجد میشینن با ویو پل و حالا اگر آتش بازی باشه اینا میشنن که به نظر من واقعا تفریح خیلی مناسبی و واقعا بهتون خوش میگذره یکی از جایی که تو همون تور شهری میبرنتون و نزدیک همون مسجد ایوسفی و مسجد آبیه حمام خرم سلطانه که خب یکی از جایی که مردم خیلی دوست دارن ببینن که مثلا شاه های قدیمی چه میدونم ملکه قدیمی مثلا کجا بوده محل زندگی چطور بوده و اینا بعضی که این چیزهای تاریخی رو دوست دارن فهمی می‌کنم از اونجا لذت ببرن بین ایاسوفی و مسجد آبی هم هست فکر می‌کنم که اون سریال حریم سلطان بود اونم اونجا بازی آره، آره کردم. یه قسمتایش هم که اونجا گرفتن آره. و میگم یکی از جاهای دیدنی اونجا حساب میشه بعد از این اگه بخوایم بگیریم بریم سراغ کاخایی که مردم معمولا میشناسن حالا خیلی هم معروف تو سریالام خیلی مسخره <تصفح> بازی سرو در میاد یکیش کاخ دلما تو اون سریال هیولا بود چی چی بود میگم من دلمه باغچه دلمه باغچه رفتیم ازم خواستگاری کردی و اینا یکی از کاخایی که خب خیلی هم میشناسن و به نظرشون خیلی جذاب خود ما تا حالا توش نرفتیم یه بار که خیلی هدف گذاری کردیم رفتیم ببینیم نمیدونم به خاطر تعمیرات بود یا به خاطر چه موقعی از سال بود تعطیل بود نتونستیم توش بریم ولی کاخ دلما باغچه یکی از اون جاییه که خب خیلی دوست دارن ببینی خیلی هم آخه بب... بستگی داره سفر بچه ها چی دوست دارن ببینید. ما داریم الان تو این ویدیو هم بازار میگیم هم جاهای دیدنی میگیم هم لوکیشن طبیعتی میگیم یه جایی که مثلا یکی تاریخی دوست داره یکی مسجد دوست داره چون تنوع توی استانبول واقعا زیاد و هر کدومو تدلیتون بخواد میتونیم بریم ببینین دولمه باچه رو مثلا خیلی دوست دارن یه, سر... یه کاخ دیگه که خیلی دوست دارن کاخ توبکاپیه ما باز این ها رو نرفتیم علت اینم که مثلا ما کاخ نرفتیم یا مسجد نرفتیم واقعیتش اینه که بر اساس بازیده و چیزهایی که دیدیم توی یوتیوب هم دیگران رفتن هم خودمون توی کانال خودمون دیدیم به نظر میاد تعداد کسایی که دوست دارن مسجد ببینن جاهای تاریخی ببینن خیلی کمتره نه اینکه نیست مثلا اگر کسی دوست داره بازار رو بهش نشون بدی مثلا امکان داره اون با... ویدیو 5000 تا ده هزار تا بازدید بگیره ولی مثلا اگر یک بره مسجد رو نشون بده مثلا شاید هزار تا بگیره امه. یه پنجم یه شیش مثلا امکان داره با... کسایی باشن که اینو دوست دارن ولی کلا مجموعه رو چون من دیدم یکی از دوستای خودم که خارج از کشور زندگی میکنه میگه رضا تو چطور استانبول زندگی میکنی هنوز مسجد رو نرفتی همه رو ببینی من اصلا اگر بیام یه هفته ده روز اونجا وقت بذارم فقط میخوام این چیزهای تاریخی رو ببینم خب برای همین هم من اینا رو بهتون معرفی میکنم ولی خودمون واقعیتش اینه که چون علاقه شخصیمون نیست نرفتیم یه محله هستش توی استانبول که رنگی رنگه اصلا بهش میگن محله رنگی ها. که خونه هاش خوش رنگ هستش آبی هست سبز هست کنار هم کنار هم هم قبلا واسه گرفتیم به اسم محله بالات بعد مثلا یه پله های رنگی رنگی داره بازم هرچی من میگم و میگم که همش ویدیوهاش و عکساش آره. توی فضای مجازی زیاده مثلا روی این پله ها خیلی عکس میگیرن یا اینکه مثلا حتی بزنید بالات خونه عکس خونه ها و اینا خیلی توی اینترنت میاد خیلی قشنگه که کافه های خوشگلی هم دارن که اکثر کافه ها مثلا رنگی رنگی هست مثلا جون میده برای عکاسی اونایی که سفر میان دوست دارن اینستاگرامی اینا بگیرن و مثلا دیگه یه آلبوم عکس خیلی خوشگل داشته باشن حتما به بالات سر میزنن و تازه خیلی مراسم عروسیشون هم میان اینجا یعنی فیلم برداری عروسی و عکاسی عروسیشون رو میان تو همون محیط انجام میدن به خاطر میگم لوکیشناش یکی دوتا نیست خیلی لوکیشن های زیادی تو محله میتونی پیدا کنید که براتون جذابه به غیر از محله بالات یه محله دیگه داریم اسم محله ببک محله ببک بین ایرانیا خیلی معروفه به خاطر اینکه میگن محله پولداراست و فلان از این ذهنیتیه که مردم خارج از ایران دارن ولی واقعیتش اینه که خارج از ترکیه, ترکیه دارن ولی واقعیتش اینه که محله ببک جز محله گرون هست ولی محله های خیلی گرون تر از ببک هم توی استانبول داریم که مثلا اطراف جاده بغداد و اینا خیلی باز گرونتر آره سیلر که تو اروپایی باید باز بریم مثلا تو آسیا جاده بغداد اینا خیلی گرونتره محله ببک یه خوبی که داره اینه که یه مسیر داره برای حالا راه ساحلی. آره برای دو شرخ سواری یا راه رفتن که خیلی میان اونجا ورزش میکنن اینا کنار شما همجوری میتونین را برین دریا هست یه طرفتون هم خونه های معروفیه به نظر من هیچ چیز خاصی نیستش بچه یعنی دقیقا همین حالت و همین لوکیشن و نزدیک فلوریا داریم مثلا مرکز خرید فلوریا یکم قبل ترش و این چیزها رو داریم و بازم جاهای دیگه خیلی همچین لوکیشنی آره. رو داریم و اصلا ویدیو قبلی که رفتیم بویوک چک میجه برای روز عشق رفته بودیم اونجا که بهتون نشون دادیم یه مسیری بود که شما میتونید دقیقا همون کنار آب قدم بزنید اینم هم تقریبا همونه ولی خب چون اونجا پولا رو میبینین و اینا یه مقدار برای بعضی شاید جذابتر باشه ویدیوش هم ما کامل ساختیم که محله ببکم بهتون نشون دادیم یه جایی هست که آب انباره خیلی قدیمی هستش و فکر میکنم زیر زمینی باشه باره. و جز جاهایی که رضا سال هی hey میگه که بریم ببینیم بریم ببینیم بریم ببینیم یه مدت ممنوع بودش جو که نمیدونم داشتن چیکار داشتن میکرد. بازسازی میکردن چون میخواستن نور پردازی و یه سری کارهای سبودیو از این حرفو بکنم من عکسای رو که دیدم فیلمایی که دیدم خیلی خوشگل تر از گذشته شده یعنی که قبلا دیدنم به نظر من جدید اومدن برن یه بار دیگه ببینن چون اومدن خیلی مدرنش کردن خیلی اون ان اکاسی که آب میندازه تصویرای خیلی قشنگی درست می‌کنه نمی‌دونم اگر بریم مثلا فیلمبرداری توش ممکن هستش به خاطر حالا چون که زی، زیر زمین پارکه. هستش یا نه ولی خب بالاخره حالا یه روز رضا رو می‌بریم یکی از بزرگترین پارکهای استانبول که اتفاقا براتون فیلمشم گرفتیم پارک گلخانه است پارک کجاست حیات کاخ توپ هستش که حالا شاه و این میخواستن حالا استراحت کنن برن یه هوایی بخورن ده. میومدن تو این پارکه که خیلی هم بزرگه نمیدونم والا اگه میخواستن کل پارک رو تی کنن کل حیاتشون رو تی بکنن مثلا یه روز طول میکشیده حد یه شاه و بقیه مقدار فرم میکنه دیگه ولی نزدیک میدون تکسیم هستش و رفتن بهش راحته آه. یه پارک دیگه هست که قبلش هم قبلا باز ویدیوشو براتون گرفتیم که به نظر من واقعا ارزشی دیدن داره مینیاتور پارک توی مینیاتور پارک اومدن تمام جاهای دیدنی جاهای دیدنی کل ترکیه رو نه فقط استانبول اومدن ماکتش رو ساختن و تناسبم با همدیگه دارن شما میتونی مثلا مسجد آبی رو ببینی گالاتا رو ببینی از اونور معروف تر مثلا برج ساعت ازمیر هم ببینی خیلی جاهای مختلف کشور هر چیزی ای... اون یکی چیه که تو ویدیو هم گفته بودیم پاموکاله یا خیلی جاهای دیگه کشور رو که جاهای دیدنی داره رو همه رو اومدن کنار هم ساختن و به نظر من کسی که این پارک میره کاملا متوجه میشه که ترکیه کجاهاش چی داره و چه چیزای دیدنی داره که میتونه بعدا بره ببینه یک از پارکای جذابه فکر می همچین چیزی واسه کسایی که حالا یا ساکن اینجا هستن و یا اینکه از کشورهای مثل آمریکا، انگلیس، آلمان اینا میان که مثلا مدت طولانی یک ماه بمونن به نظرم همچین چیز مناسبه که اول برن این پارک رو ببینن ببینن کدومش رو دوست دارن بعد برن شهرهای مختلف یه پارک دیگه پارک امیرگانه پارک امیرگان هم رفتیم درسته؟ بله جشواره گل آره که یه اکس, اکس های خیلی خوشگلی هم از اونجا میتونیم بگیرین مخصوصا اگه تو تاریخ خوبش بره. خود پارکش هم خیلی خوشگل بوده آره. که گفتیم واسه مثلا سنجاب داشتش اونجا اه. گفتیم واسه صبحانه خوردن و اینا خیلی خوبه مردم بسات میارن و اونجا مثلا نیمکت و اینا داره صبحانه میخورن. اگر میگم گل و گیاهی و طبیعت و اینو دوست دارن اینجا میتونن برن یه جایی هست دیگه از همه اینا بزرگتره که با هم تا حالا نرفتیم جنگل های بلگراده جنگل های بلگراد از اونایی که مینا الان دو سه ساله میگه بریم اونجا رو ولی نمیریم رضا دو سه ساله میگه <applause> که ولش کن چون ببینید یه مقداری بد مسیره و اگر بخواین اونجا برین به نظر من باید حتما ماشین داشته باشین یا با تاکسی برین اگر میخواین اونجا رو برین که راحت بتونین برین یه جایی به قول اتراق بکنین از اونجا بخواین استفاده بکنین وگرنه میگم کسی که فاز جنگل و او اون مدلی دوست داره مثل مثلا پارک چیتگر ایران اگر اینا رو دوست داشته باشه میتونه اونجا بره فکر <دقضی> کنم داغ دلش تازه شد یکی از جاهای دیدنی دیگه استانبول یدی کوله هستش یدی یعنی هفت کوله یعنی قلعه ببین یه جایی که دارن سعی میکنن حفظش بکنن و یه سری مثلا مدل قلعه قدیمی که تو خود شهر استانبول اگر بچرخین یه جاهایی رو میبینین که مثلا یه سری بناهایی هست که خراب شده یه تیکایش مونده اینا رو جمع کردن این هم یه همچین حالتی داره که برای خیلی جذابه یعنی یکی از اون جذابیت های ویژه‌ایه که خیلی میان ترکیه اصلا اینو ببینن یه چیز دیگه داریم اونام اینه که من به نظر من تو موزه هایی که ما رفتیم ما موزه زیاد رفتیم توی ترکیه ولی به نظر من یه موزه هست که واقعا ارزش داره بریم موزه 1453 است موزه 1453 که پانوراما 1453 بهش میگن موزه خیلی خاصیه شما واردش میشین یه جایی داره که ویدیوش کامل وقت رو ساختیم میتونین ببینین وارد میشین وارد یه جای گمبتوری میشین که اون فضای سبودی جنگ رو براتون تدایی میکنه من کلا بچا اهل مثلا چیزای جنگی و چه میدونم تیرکمون و چه میدونم تیراندازی و توپ و این چیزا نیستم ولی هم این موزه رو خیلی دوست داشتم خیلی باحال هستش اصلا فضا فضای خوشگلی هستش بعد اون صداهایی که مثلا درست کردن شبیه سازی کردن خیلی جذابه کسی به نظر من اگر موزه بازه حتما اینو بره چون موزه های دیگه ای هست که حتما تو ویدیو دوم بهش اشاره میکنیم ولی این موزه به نظر من از همین بهتره با توران میبرن موزه ها آره آره. رو یعنی مثلا حالا اون زمانی که ما اومدیم تقریبا فکر میکنم 10 سال،, سال پیش بودش موزه همین 14 رو به همراه مسجد سلیمانیه میبردن همراه هم بود دیگه اون بود که این بودن چون چون جز چون تاریخ ترکیه هم هست اون گشت شهری که خود دولت ترکیه هم میداد اون موقع برای اینکه بتونن توریستا جاهای جالب کشورش ببینن یکی از اونها همین بود که یه قسمتی از تاریخشون رو نشون بدن یه جای دیگه که به نظر من جذاب ببینین منطقه اسکودار و از منطقه اسکودار چی رو میتونن ببینن برج دختر یا قلعه دختر کیس که یه مدت طولانی بسته بودنش باز برای تعمیرات و اینا ولی الان درست شده و دوباره میتونیم بریم ولی مثل که ورودی داره حالا ما آره. نرفتیم ولی خودمون هم دوست داریم بریم باز فرصت بشه ها فکر میریم فکر کنم ورودی نداره چک کنم فکر کنم داره این کلا الان کیملیک دار و حالا خود مردم ترکیه اینا هر چیزی دیگه پولیش کردن ولی خب خیلی اوقات کمتر ولی یه موقعی از سال کلا همه چی آف میشه آره. یعنی جشنا و اینا میشه یه دفعه دو روز سه روز پنج روز یه دفعه همه چی رایگان میشه که میشه استفاده که ولی خب نه برای توریستا همیشه بعد پولو به و خیلی میگن که اونجا هم جزای با توجه به ای که داره حالا احتمالاً پل دختر رو... یعنی پل دختر که نمیشه پل دختر این شهر دخترم دختر میریم سر میزنیم یکی از جاهایی که جزو حالا دیدنی های استانبول حساب میشه و جزو فکر میکنم افتخاراتشون هستش هستش چاملیجا چاملی جا بلندترین برج میگن که حالا بلندترین برج استانبوله که برج مخابراتی های. هستش ولی یه طبقهش مثلا رستوران و این چیزا هستش یه طبقهش اینا هستش که ای. یه تیکش کفشیشه ای و انگار که مثلا روی تو آسمون راه میری و خیلی خب ترسناک هستش و اینا و ما قراره که بریم اگه یه نفر مثلا رقبت بکنه و گوش بده به حرفمون ولی خب نرفتیم هنوز البته اینو بگم که بعد مسیر هستش آره. یکم اون یه نفر میگه که بزار ماشین بگیریم انشالله ببین چون توی قسمت آسیایی هست و حالا جالب هم هست شما تو قسمت آسیایی اگر بخواین خونه بخرین خیلی هاشون اصلا جز آبشنای خونه اینه که میگن ویو چاملیجا داره و چون چاملیجا اینجوریه که یه قسمت یه انهنای این شکلی داره بعضی اوقات روش نورپردازی میکنن معمولا پرچم ترکیه ولی خیلی چیزای دیگر هم روش میندازن حالا بر اساس که خیلی خیلی دوست دارن اونجا رو یا نزدیک اون باشن یا حداقل خونهشون ویو چاملیجا داشته باشه یه خونه بچا رفتیم دیدیم گفتش که خب ویوی چاملیجا داره و اینا هی hey ما رفتیم دیدیم, دیدیم دیدیم که آقا مثلا از پنجره از بالکن آشپزخونه بالکن اتاق خواب بالکن حال هیچ کدوم ویوی چاملیجا نداره میگیم که کو ویوی چاملیجاش میگه این گوشه بالکن آشپزخونه وایسا اینجوری با کن. <تصفح> چاملی جا بعد برای همین مثلا ده هزار دلار بیست هزار دلار از اون واحدی که اینو نمیبینه گرونتر میاد یه چیزاییه که حالا من در آوردی ولی بالاخره تاثیر گذار بودن یه قیمت ها رو میتونن تغییر بدن یکی از قشنگترین ترین، سرزنده ترین محله های استانبول محله های بشیکتاشه که به شدت هم به میدون تکسیم نزدیک و پیاده میتونن برن محله بشیکتاش که میرین خب تو محله یه مقدار پیاده روی کنین بریم پایین میرسیم به گالاتاپورت تا پرتم خب یه جای ق... یه مرکز خرید خیلی قشنگه که فلت ساخته شده طبقای بالایی نداره و کشتی کروز هم میان اونجا در واقع ترمینال دریایی هستش یعنی کشتی که از یونان و حالا و یا کشورهای دیگه میان یه توقف اونجا دارن کشتی کروزا یه توقف اونجا دارن بعدش به راهشون ادامه میدن که اخیرا هم یه کشتی کروز بودش که آره. یه سفر چند ساله سه ساله داشت ساله رو استارت زد دیگه و از میگم از اونجا خیلی جذابه و محله به هم که اطرافش حتما ما این ویدیو رو حتما میسازیم اینو بهتون قول میدم که این ویدیو هم گالاتا بسیار زنده است یعنی هم زنده است هم شیکه هم مدل اروپایی پسند و آمریکایی پسنده و میگم خیلی از کسایی که میان استانبول اونجا میرن اونجا خوشگذرنی میکنن به نظر من یکی از بهترین جاهایی که ما رفتیم ویدیوش رو گرفتیم و واقعا من دوست داشتم ساحل کلیوس بود واقعا به هم خوش گذشت چون ببینید یه ساحل شنیه که میتونیم با همدیگه دیگه برین حالا اونجا و یه قسمت هایش رایگانه یه قسمت هایش پولیه ولی خب اونایی که پلاج داره و خیلی ترتمیز و مرتب و امکانات داره خب پولیه و شما میرین اونجا کنار ساحل و ساحل شنی میتونین استفاده کنید چون مثلا وقتی کسی میره فلوریا ساحل سنگی ساحل شنی هم داره ولی این گستره به این بزرگی که بتونه استفاده بکنه از ساحل شنی رو واقعا نداره تمیز. و خیلی یعنی چون یه مقدار آخه اینا به خاطر اینکه دوره یعنی هر کسی اونجا نمیره معمولا توریستا خودشونه به اونجا نمیرسونن توریستا نمیرسونن ولی معمولا واسه کسایی که خود اینجا زندگی میکنن میگن که آقا ساحل کجا بریم بهترین ساحل کلیوس خیلی ساحل تمیزه یعنی اونها که اهل همچین چیزی هستن بیان اونجا حسابی حال میکنن جالب اینجا هستش که ما آخرای تابستون رفتیم و اون ویدیو رو گرفتیم و معمولا میگن که حالا جایی که بیشتر استفاده میشه و توریست بیشتر هستش اولای تابسون بری تمیز هستش دیگه هرچی مثلا آره. میگذره کسیف کثیف میشه ساحل ولی ما با اینکه آخرای تابسون رفتیم اونجا بسیار تمیز بود ببین من این ویدیوها رو سعی میکنم به صورت کارت بذارم ولی چون تعداد این ویدیوها خیلی زیاده حتما توی کپشن رو بخونین توی اون من اومدم کامل نوشتم که هر کدوم از ویدیوها عنوانش چی و چجوری میتونین ببینین که یه دید کاملی داشته باشین که کجاها برید اومدی استانبول این همه جا گشتی کار اصل کاری انجام ندادی خواب خورد و خوراک <applause> مرکز خرید میای استانبول که بری مرکز خرید نمیای که این همه جا رو ببینی بله ما شاید خیلی هاشون دوست داشته باشن برن مرکز خرید مرکز خرید ما خب یه پلیلیست داریم که کامل توضیح دادیم کلی مرکز خرید و که همه هم توی اروپایی هستن که کسایی که میان برای سفر راحت بتونن بهش دسترسی داشته باشن اما مرکز خریدی که نزدیکتری مرکز خرید به میدون تقسیم و هتل‌ها باشه و اینکه کاملا باشه و بتونین همه برندا رو توش پیدا کنین چیه جواهر خیلی هم شیک و خوشگله ویدیوش هم ساختم براتون میتونید حتما اونو ببینین چون کامل یعنی خیلی مفصلم هم هست کسی برند به همه چی میرسن دقیقا همه برند ها رو داره،, داره با فکر میکنم جز دو تا برند که توی همون ویدیو ما گفتیم که کدوم ها ها برند هاست فکر میکنم یکیش اچنم باشه اون یکیش یادم نمیادش ولی کامل بزرگ محصول مثلا حتی هر کدوم از شعبه های مثلا یه برندم خودشون بزرگ آره. هستن و محصولاتش کامله ولی اوتلت نیستش آره ولی اینکه مثلا درست آوتلتی نیست ولی اگر یه جایی از شهر مثلا سی اوتلت نباشه قیمتش یه چیزه تو جواهیری هم که اونقدر شیکه و پاساژ خفنی به نظر میاد و لوکیشن خیلی خفنی هم داره قیمت بازم همونه یعنی شما اگر یه چیزی رو ارزون تر میخواین بخرین فقط باید برین اوتلتش فودکورت خیلی خوبی هم داره و مفصل یعنی اونم آره برندایی هم که توی فودکورتش میبینین معمولا هیچ کدوم از این مالای دیگه حالا به غیر از مال که خیلی بزرگه ولی خب دور نساد بچه‌ای که میان اونجا برای سفر خیلی مفصل همه برندا رو میتونین توش پیدا کنین ولی فکر می‌کنم مالاف استانبول از طرف تور و میارن آره آره اونایی که با تور بیارن آره مالاف استانبول میبرن اصلا شاید فلوریان ببرن برای اینکه میخوان مثلا دلفیناریوم آره. این جاهای دیدنی خاص دیگر هم نشون بدن و ما فعلا تو این ویدیو اومدیم سی تا از جاهای دیدنی حتی مرکز خرید ساحل پارک طبیعه همه رو بهتون گفتیم دوست دارم کسایی که استانبول اومدن یا استانبول زندگی میکنن و چیزایی که ما گفتیم یعنی اون جایی که اونا رفتن تو اینایی که ما گفتیم نبوده برامون کامنت بذارن که اگر حالا تو اون تا اسم دیگهمون نیست ما اونا رو هم به بچه به بچه معرفی بکنیم و اضافه بکنیم چون که به نظرم میاد که اسامول خیلی جای دیدنی داره کسایی که اینجا زندگی کردن چهار سال پنج سال هشت سال ده سال اینجا زندگی کردن یه جاهایی رو بلدن که هیچ کس سال نرفته ولی مثلا نه اینکه اینجوری بگی که مثلا اون خیابونه که نمیدونم از اونجا میری یه خیابونه حالا باری کسش که ستا دونه مغازه داره همشون چیزایی که میگید مورد بررسی قرار میگیره دادش مثلا میگیم ولی فکر میکنم خیلی از شماهایی که دارین ما رو نگاه میکنین حتما استانبول حداقل یه سفر رو اومدین و یه تجربیاتی داشتین که به نظرم اون تجربیاتتون میتونه به دیگران کمک بکنه حتما جاهای خوبی که رفتین حتما اگر هتل خوبی رفتین و راضی بودین کامنت بذارین بقیه هم بیان همون هتل رو بگیرن بقیه هم بیان تو همون لوکیشنی که به اینایی که ما گفتیم نزدیک جا بگیرن که بتونن راحت به همه جا برسن اینجوری میتونیم به همدیگه کمک بکنیم که وقتی کسی میاد استانبول بیشترین استفاده رو از وقتش بکنه دیگه نداریم؟ نه